یکی از مباحث مهمی که بعد از غیبت امام زمان به عنوان بحثی در ارتباط با آستانه ظهور مطرح است این است که آمدن امام زمان آیا علامت و نشانه ای دارد؟ طبیعی است که باید علامت داشته باشد. چرا؟ چون بحث مهدویت و بحث اون مقامی که امام زمان دارد یک مقام خیلی بلندی است، یک ریاست عامه مطلقه بر نظام تکوین و تشریع، اون هم یک ریاست جهانی است. طبیعی است که این مقام رو خیلی از انسان‌های هواپرست و ریاست طلب در سر می‌پرورانند. تمام این کشت و کشارهایی که در طول تاریخ در دنیا شکل گرفته به خاطر رسیدن به چنین هدف، بلکه خیلی پایین‌تر در یک منطقه محدودش بوده. اینی که در طول تاریخ هم ما می‌بینیم خیلی ها اومدن ادعای مهدویت کردن و همشون هم نابود شدن، کشته شدن، از بین رفتن، ولی خیلی آمدن گفتن ما مهدی هستیم، ما همون موعود قرآنیم، ما همون موعود پیغمبر در روایاتیم. ادعایی هم گول زدن، دور خودشون جمع کردن و یه دور بدبخت کردن، یه دور به کشتن انداختن، خودشون هم عاقبت از بین رفتن. پس با توجه به این که ادعای مهدویت در طول تاریخ زیاد بوده و بعد از این هم خواهد بود، خدای متعال برای آمدن امام زمان یک علائم غیر حتمیه قرار داده، یک علائم حتمیه. مفصل در جلد 13 بهار این علائم نقل شده، در جلد 52 از طبع جدید بهار الانوار باب 25 مفصل این علائم نقل شده. و ضمناً عرض کنم که کتاب‌های دیگری هم در این زمینه نوشته شده که فکر می‌کنم به نظر من کتاب یوم الخلاص از بهترین کتاب‌هایی است که علائم ظهور به طور دسته‌بندی مفصل نقل کردن و وقت خاصی معین نشده و فرمودن که اگرم کسی وقت تعیین کرد کذب الوقاتون، هر کسی ادعا کند که من میدونم کی حضرت ظهور میکنه بفرمایید دروغه، این قابل قبول نیست. علائم غیر حتمی یعنی ممکن انجام نگیره. مثلا یکی از علائم اینه که رودخانه قم در وسط شهر قرار میگیرد. خب یه روزی کنار بود، حالا اینقدر گسترش پیدا کرده که در وسط شهر، مثلا میگم. یا بصره خراب میشه، خب چندین بار بصره خراب شده دوباره ساختن، ممکنه جنگی در بگیره خراب بشه، ممکنه هست نه. مثل این که مثلا زنها به زنها اکتفا میکنن در امور غرایز جنسی، مردها به مردها اکتفا میکنن. خب این قضیه در تاریخ زیاد اتفاق افتاده، حتی در کشور انگلیس اینو قانونیش هم کرده. یا این که مردها خودشونو شبیه زنها میکنن، زنها خودشونو شبیه مردها میکنن، اینم زیاد در طول تاریخ اتفاق افتاده، اخیرا در بلاد مسلمین هم مع الاسف اتفاق افتاد. دیدید جوان ها خودشونو بزک میکنن، موهاشونو بلند میکنن، ابرو بر میدارن، آرایش میکنن. از اون طرف دخترهای خودشونو شکل پسرها در میارن. یا مثلا این علامت که علم از نجف همچون ماری که در دل زمین فرو میرود و از یک سرزمین دیگری سر در میآورد، این گونه علم از نجف فرو می رود و از قم سر در می آورد. این هم اتفاق افتاده. با این اتفاقی که در عصر صدام ملعون در عراق افتاد که علماء شیعه رو یه عده رو گرفت و کش، یک عده رو از عراق اخراج کرد، خب اینا همه در نجف درس خوندن، علمشون رو در نجف تحصیل کردن، بعد همینا اومدن در قم، حوزه قم رو به عهده گرفتن. دقیقاً این تعبیری که در کلام امام هست ما ببینیم در خارج اتفاق افتاد. از این قبیل علائم زیاده که حالا فرصت بیان همه این علائم نیست، در یک مجلس دیگری باید تفصیلش را عرض کنیم. فعلا بحث ما راجع به علائم حتمیه است.
علائم حتمیه به این معناست که این علائم رو خدا قرار داده که اگر این علائم بشود امام زمان بعدش سری می آید، حالا یا با فاصله 6 ماه یا 9 ماه یا نهایتاً 1 سال. و این علائم یک علائم محدودی است، از 5 تا 7 تا ذکر شده. مهدی بیا. اولین علامت نداء آسمانی است. این نداء در ماه رمضان در شب جمعه ای که 23 ماه مبارک رمضان باشد، یک منادی به اسم امام زمان صدا می زند که این صدا صدای جبرئیل است و مردم را دعوت می کند که بقیت الله قیام کرده، از کنار کعبه ظاهر شده، مردم او را نصرت و یاری کنید. و این ندای جبرئیل رو تمام مردم روی زمین می شنوند و صاحب هر لغتی به لغت خود می شنود، ترک ترکی، فارس فارسی، عرب عربی، انگلیسی انگلیسی، فرانسوی فرانسوی، هر کسی به لغت خودش این ندا را می شنود. و این ندا صبح طبق روایتی شب جمعه است، طبق روایتی صبح روز 23 ماه مبارک رمضان است. عصر همان روز یک ندای دیگری است که این ندا ندای شیطان است. طبق روایتی مردم را دعوت می کند به پذیرش ولایت سفیانی که یک جرثومه فسادی است، یک انسان شر و شروری است که او هم جزو علائم حتمیه ظهور قبل از ظهور قیام می کند و خونریزی زیادی راه می اندازد در کره زمین، مخصوصا در شام و در عراق و در کوفه و در مدینه، و جماعت زیادی از شیعیان رو میکشد. این ندای از صدای شیطان است و مردم را دعوت به پذیرش ولایت سفیانی میکند که اسمش هم عثمان ابن انبثه است. طبق روایتی همین ندا مردم را دعوت به گرفتن خون عثمان میکند که عثمان مظلوم کشته شده، آی مردم بلند شید خون عثمان را مطالبه کنید. از روایتی هم استفاده میشه که اون ندای صبح مردم را علاوه به این که دعوت به ولایت امام زمان میکند، دعوت به ولایت امیرالمؤمنین میکند. و بعید نیست که ندا دو پهلو داشته باشد، هم ندای صبح هم ندای عصر. ندای صبح دو پهلو دارد دعوتش، یک دعوت به ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومش، یک دعوت هم دعوت به ولایت امام حی و حاضری که داره قیام میکنه، یعنی امام زمان. ندای از هم که ندای شیطان است، باز دو دعوت دارد، یک دعوت به طلب خون عثمان کردن و پذیرش ولایت اون خلفایی که حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، و دوم اون شیطانی که فعلا حی و حاضر است که سفیانی است و عثمان ابن انبثه است که در مقابل امام زمان و اصحاب امام زمان قیام کرد. پس ندا خودش یکی از علائم حتمیه ظهور است و روایت داره این ندا رو که شنیدید بشتابید به سوی مکه و کوفه، که امام زمان قیامش رو از کنار کعبه شروع می کند و بعد می رود مدینه و از مدینه می رود کوفه و اونجا حکومتش را مستقر می کند. خروج سفیانی از شام یا شامات یا این کشورهای شمال عراق که مجموعش قسمتی از ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین و اردن و اینهاست، حالا ممکنه از خود مثلا مرکز سوریه باشه، یکی کسی به نام سفیانی از نوادگان ابو سفیان
چون خب اکثرا اونجا زندگی میکردن و اونجا بودند و شاید هم باشن الان. او خروج خواهد کرد، میاد به طرف کشورهای اسلامی تا برسه به مکه، که این قسمت رو اگه بعد شد توضیح میدم. و در این راه تا بیاد برسه به مکه چقدر انسان رو میکشه خدا میدونه. هر کسی اسمش از اسم اهل بیت باشه، اسم علی باشه، حسن، حسین باشه، همینجوری شیعه رو میکشه و میاد جلو. صفوان یک شخصی است از دشمنان سرسخت اهل بیت، در منطقه شام و سوریه زندگی میکند. بعضی معتقدن، من حرفی نمیزنم، حتی بعضیا برای خود من ادعا کردن که ما او رو دیده ایم، که او در مثلا لشکر سوریه الان موجوده، حالا سرهنگیست، درجه داریست، هرچه هست. من همچه حرفی نمیزنم و ادعایی نمیکنم، من فقط اصل روایت رو براتون میخونم که به هر حال این شخص از خطه شام برمیخیزد. اول هم ادعای دین و دیانت و اسلام و خدا و پیغمبر دارد و برای این که میخوام احقاق حق حقوق کنم میاد تو میدون. بعد که مسلط بر اوضاع میشود، شروع میکند خون و خون ریزی کردن و مخصوصا شیعیان امیرالمؤمنین را زیاد میکشد. اینه که روایات ما میگوید حواستون جمع کنید، این اوضاع که پیش آمد وارد نشید، دخالت در این امور نکنید، حتی تعبیر روایات اینه در خونه هاتون رو ببندید که گرفتار میشید، فقط منتظر ظهور باشید در اون لحظه، یعنی اون وقتی که این علائم ظاهر آشکار شد. این سفیانی میره در عراق، خیلی کشت و کشتار میکنه، میره در مدینه، اگه ببینه کسی نامش محمده، کسی نامش علیه، کسی نامش فاطمه است، دستور میده اونا رو بکشید. حتی تعیین جایزه میکنه که اگر کسی برای من سر کسی را بیاورد که نامش علی یا فاطمه باشد، 1000 درهم به او جایزه میده. و مردم به عشق مال میرن سر شیعیان امیرالمومنین رو میکشن و برای او میبرن. و این سفیانی بالاخره به دست امام زمان کشته میشود، ولی خروجش از علائم حتمی ظهور شمرده شده و در همون سالی او خروج میکند که امام زمان قیام میکند. جالب اینجاست که همزمان با خروج سفیانی که از دشمنان اهل بیت، شخصی به نام یمانی از خطه یمن و صنعا قیام میکند. او هوادار امام زمان است، مؤید حتی به تأییدات امام عصر سلام الله علیه است و تنها پرچمی است که در روایات ما دستور داده شده وقتی این پرچم بلند شد دنبال این پرچم بروید، او را کمکش کنید، یاریش کنید، یاری مالی کنید، یاری جسمی کنید، یاری فکری کنید. این یمانی از صنعا میاد در شام و با سفیانی درگیر می شود و خروج یمانی باز از علائم قطعیه و حتمیه ظهور شمرده شده. در کنار این دو نفر، شخص سومی تحت عنوان خراسانی در روایات ازش یاد شده که او هم طبق بعضی از روایات جزو علائم حتمی ظهور شده شمرده شده و سوء استفاده های زیادی هم در طول تاریخ از این عنوان شده است، چه بسا الان هم بشود، ولی ما نمیتونیم تطبیق بر شخص خاصی بکنیم خروج حسنی را. راجع به این که حالا ما حسنی رو تاییدش بکنیم نکنیم چیزی ما در روایات ندیدیم، اما راجع به یمانی داریم در روایات که او رو تاییدش کنید، کمکش کنید. چون یمانی و خراسانی هر دو وقتی که خدمت حضرت میرسن زمام امور رو واگذار به حضرت میکنن و خودشون هم تحت امر حضرت قرار میگیرن. این هفته هم گذشت تو اما نیامدی، بیا 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 بیا، خورشید خانواده زهرا نیامدی، بیا 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 بیا، خورشید خانواده زهرا نیامدی، بیا بیا بیا.
و اما پنجمین علامت از علائم حتمیه ظهور، ظهور کف دستی در آسمان است که این کف دست به گونه ای است که همه اهل زمین آن را می‌بینند و این یکی از نشانه های حتمیه ظهور است که قرب ظهور و نزدیک بودن و حتمی بودن آمدن امام زمان را در آن سال برای ما مشخص می‌کند و برای ما روشن می کند که این آقایی که از کنار کعبه قیام کرده همان مهدی موعود قرآن است. و اما دیگر علامت که علامت ششم می شود و در روایات فراوانی روی اون تأکید شده است و همه برش اتفاق هم دارن، اختلافی درش نیست، قتل نفس زکیه است. یک انسان پاکیزه از تبار امام حسن سلام الله علیه در کنار کعبه ظاهر می شود، مردم را دعوت به مرام تشیع می کند، حتی بعضی گفته اند که می رود بلنگوی مسجد الحرام را به دست می گیرد و به طریقه شیعه اذان می گوید. در اذانش شهادت به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه می دهد، حکام مکه می ریزند و او را می گیرند و او را گردن می زنند. وقتی که او کشته می شود، در واقع به شهادت میرسد، 15 روز بعدش امام زمان قیام میکنند. یعنی دیگه حضرت که انهو کاسه صبرشون با به شهادت رسیدن این انسان پاکیزه از تبار اهل بیت لبریز میشود. میروند و پرده کعبه رو میگیرند. شب میروند کنار کعبه، پرده کعبه رو میگیرند. آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه رو تلاوت میکنند. و سحرگاه اون شب جبرئیل بر امام زمان نازل می شود و عجیب اینه، به همون صورتی نازل می شود بر امام زمان که بر خاتم الانبیا نازل شده، یک بالش در شرق عالم، یک بالش در غرب عالم، و اذن ظهور رو تقدیم امام زمان می کند و امام علیه السلام فردای اون شب آیه بقیت الله خیر لکم را تلاوت میکنن، خودشان را به مردم معرفی میکنن، انا بقیت الله، انا حجت الله، انا خلیفت الله، و آرام آرام دعوت و بعد از دعوت قیامشان را شروع میکنن. او خواهد آمد. و اما آخرین علامت از علائم حتمیه که 7 علامت می شود، خسف بالبیداء است. بیداء یک سرزمینی است بین مکه و مدینه که لشکر سفیانی وقتی که متوجه میشن حضرت قیام کردن و ظاهر شدن، یه لشکری رو میفرسته به طرف مکه برای اینکه حضرت رو و اصحاب حضرت رو بکشن. خودش نمیره. یه چوپانی در این سرزمین مشغول چروندن گوسفندان خیش است. میبینه یک لشکری با تجهیزات عجیب و غریبی دارن میرن که میگه این لشکر اگر هر کسی گرفتار اونها شود وای بر او که دمار از روزگار اونها در خواهند آورد. میترسه. این چوپان میره یه کاری داره انجام میده، بر میگرده میبینه خبری از لشکر نیست. تعجب میکنه. این لشکر با این جمعیت به این سرعت کجا رفتند؟ تمام لشکریانش با تجهیزات، با تانک و توپ، با هرچی هست، همه میره داخل زمین، از پیشونیشون به بالا فقط موهاشون پیداست، مثل اینکه یک چمن مشکی کاشته باشن. یه همچین حالتی سطح زمین رو پر کرده، زمین بیدا رو همه رو بلعیده، همه فرو رفتن، فقط این مقدار مو پیداست که آثار از بین رفتن دشمنان خداست. یک نفر از این عرض می شود که دشمنان میمونه که جبرئیل یا هر که هست یه سیلی به گوش این میزنه، به این آخرین نفر، این سرش بر میگرده به عقب، پشت سر میاد جلو، صورت میره عقب. یه همچه حالتی تصور کنید، این خودشو میرسونه به سفیانی، مثل قضیه اصحاب فیل.
خودشو میرسونه به سفیانی، میگه چه خبر؟ میگه همه لشکریان از بین رفتن و فقط من موندم با این قیافه. هر سو وحشت به دل جان سفیانی میافتد، پا به فرار میگذارد و بالاخره حضرت و اصحاب حضرت او را دنبال میکنند و میگیرند و میکشند. این یک اجمالی بود از علائم حتمیه ظهور که از روایات استفاده می شود. این علائم همه اش در یک سال با خود ظهور اتفاق خواهد افتاد. یعنی این علائم که ظاهر و آشکار شد، دیگه منتظر آمدن امام زمانتون باشید و خودتون رو آماده کنید. تمام این تعلقات مادی رو کنار بگذارید. شاید یکی از حکمت‌های قرار دادن این علائم برای ظهور امام زمان همینه که شیعیانی که میخوان آقاشون رو یاری کنن یه فرصتی داشته باشن برای خودسازی سریع، برای دل کندن از دنیا، برای دل بریدن از شهوات دنیا، برای اینکه حساب کتاباشون رو صاف و صوف کنن، برن دنبال امام زمانشون که آقاشون رو یاری کنن. امیدواریم هر چه زودتر این علائم ظاهر و آشکار شود. البته ما راضی نیستیم به کشته شدن احدی از شیعیان، امیدواریم بدون این علائم امام زمان بیایند، ولی به هر حال اخباراتی است که در روایات شده و ما منتظر امام زمان با همه علائم آمدن اون بزرگواریم. یکی از سوالاتی که در حاشیه بحث علائم حتمیه مطرح میشه، که اتفاقا این سوال در روایات هم اومده، یعنی از ائمه سوال شده، که آیا این علائم حتمیه حتما باید بشود؟ یعنی نمیشود که این علائم نشود و امام زمان بیاید؟ امام علیه السلام در روایتی میفرمایند چرا؟ احتمالش هست. یعنی امام به صورت یک امر قطعی نمی‌فرمایند، ولی می‌فرمایند ممکنه در علم خدا بدا حاصل شود و امام زمان بدون این علائم بیاید. و اتفاقا این روایت شاهد صدقی در روایات دیگر هم دارد، مثل اون روایاتی که می‌گوید امام زمان یظهر کالشهاب الثاقب، مثل شهاب می‌آید یک مرتبه بی‌خبر. خب این که بخواهد مثل شهاب بی خبر بیاید، باید بدون علامت بیاید. و خود معجزات امام زمان و معجزات لحظه خروج امام زمان و اون تحولات عجیب و غریبی که در نظام خلقت ایجاد میشه، شاهد صدقی بر ادعای امام زمان هست. و این که اون این آقا همون مهدی موعود است، از همون معجزات مقارن با اصل ظهور به دست میاد، نیازی دیگه به این علائم نیست. ولی به هر حال اینها یه علائمی است که در روایات ذکر شده، خودشون هم فرمودن ممکنه نشه. بعد راوی سوال میکنه آقا پس اگر ممکنه اینا که عنوان علائم حتمیه داره نشه، ممکنه خود ظهورم نشه؟ فرمودن نه، ظهور وعده خداست، اینا وعده خدا نیست، اینا جزء علائم شمارده شده. و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده کرده در قرآن که امام زمان را برای نجات بشر بفرستد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأعراف، وعده است و خدا خلف وعده نمی کنه و امام زمان آمدنش قطعی و حتمی است. اما این علائم به عنوان یک نشانه هایی است، ممکن است بشود، ممکن است نشود، بلکه ما ظهور امام زمان رو با عافیت از خدا طلب میکنیم. مخصوصا که در روایات دارد که اگه شما شیعیان به اون وظایفی که در روایات براتون تعیین شده در عصر غیبت مخصوصا در آستانه ظهور عمل کنید، گرفتار این خونریزی ها نخواهید شد.
یعنی مثلا سفیانی با یک حکام جور دیگری هم درگیر می شود. یه ابرقدرت هایی باز به جنگ او می آیند. اینا خودشون تو عراق جنگ هایی پیدا می کنند. در مکه و مدینه به جون هم میفتن و همدیگر رو میکشن و میشه اللهم مشغل ظالمین به ظالمین و اجعلنا من بینهم سالمین غانمین انشاءالله. آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. آقا بیا تا با ظهور چشم هایت، آقا بیا تا با ظهور چشم هایت، چشم های ما کمی تقوا بگیرد، این چشم های ما کمی تقوا بگیرد، پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، تا قبل از آن که کار ما بالا بگیره، تا قبل از آن که کار ما بالا بگیره، آقا خلاصه یک نفر باید بیاید، آقا خلاصه یک نفر باید بیاید، تا انتقام دست زهرا را بگیرد، تا انتقام دست زهرا را بگیرد. آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. من گریه میریزم به پای جاده عطار، این کاری کرده باشم مقدمت را، اول ضمیر غایب مفرد کجایی، اول ضمیر غایب مفرد کجایی، ای پاسخ عادی نهای پر معما، ای پاسخ آدینه های پرمعما، حتمی بی چون و چرا برگرد شاید، حتمی بی چون و چرا برگرد شاید، راحت شویم از دست اما با اگر، راحت شویم از دست اما با اگر، آقا نماز جمعه این هفته با تو، آقا نماز جمعه این هفته با تو، پای برهنه آمدن تا کوفه با ما، یه برهنه آمدن تا کوفه با ما. آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد،
شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. آیا سر این بند منت میگذاری؟ آیا سر این بند منت میگذاری؟ من دل ندادم تا که روزی پس بگیرم، من دل ندادم تا که روزی پس بگیرم. میخوام آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. دستانت را برآور، جهان منتظر است.